به نام خدا. سلام، من امین وحدت هستم. با همدیگه فصل اول حسابان 12 رو تموم کردیم. در این جلسه میریم سراغ فصل دوم از حسابان 12 که درس اول مربوط به تانجانت و تناوب استش، که نمودار تانجانت و تناوب رو بررسی خواهیم کرد. بریم که این جلسه رو با همدیگه داشته باشیم. خب، بحثمون رو با تناوب میخواییم شروع بکنیم. منظور ما از تناوب چی هستش؟ ببینید، وقتی که ما میگفتیم تابعی مثل سینوس رو داریم، ایگرگ مساویه سینوس ایکس، و اون رو رسمش میکردیم، یه همچین شکلی رو داشت. من یکم بلندتر رسمش میکنم، ادامه دار رسمش میکنم تا شما خوب ببینیدش. خب، حالا شاید یکم من بد رسم کنم، ببخشید که دیگه این گرم نوری سر میخوره. خب، سینوس یه همچین شکلی رو داشت، یعنی یه شکل تناوبی داشت. تناوبی یعنی چی؟ ببینید، اینا در بازه هایی تکرار میشن. از اینجا تا اینجا که برای ما 2π بود، ببینید دوباره از اینجا به بعد دوباره این شکل داره تکرار میشه. از اینجا به بعد دوباره داره تا اینجا تکرار میشه، که اینجا 4π هستش. خب، اینجا برای ما π بود، اینجا برای ما 3π هستش. اوکی، از اینجا به بعد هم همینطور دوباره تکرار میشه. از اینجا به بعد هم دوباره این شکل تکرار میشه. ما به این میگیم تناوب، یعنی به صورت متناوبی این شکل داره تکرار میشه. پس میتونید حدس بزنید که دوره تناوب سینوس 2π هستش، یعنی 2π تکرار میشه. ببینید اینجا نقطه صفر هستش، اگه 2π بهش اضافه کنیم، ببینید اینجا دوباره به این نقطه میرسیم. اگه به این نقطه 2π اضافه کنیم، π به اضافه 2π میشه 3π. این نقطه میبینید به 2π خودش 2π اضافه کنیم میشه 4π. این نقطه، پس به این نقاط 2π اضافه میشه، یعنی x به اضافه 2π اضافه میشه. حالا مفهوم دوره تناوب رو بریم از روی کتاب بررسی کنیم. اینجا هم که خودش دوباره سینوس و کوسینوس رو رسم کرده، بهتون گفته. اوکی، بیاید پایین تر تعریفش رو بخونیم. میگه تابع f را متناوب نامیم هرگاه یک عدد حقیقی مثبت مانند تی. حالا اون تی عدد حقیقی مثبت باید باشه، که من اون بالا مثلا گفتم 2π، یه عدد حقیقی مثبت هستش، به طوری که برای هر عددی که عضو دامنه f هستش، یعنی هر عددی که عضو دامنه f هستش، عضو دامنه سینوس هستش، عضو دامنه کوسینوس هستش، تابمون هرچی باشه داشته باشیم، x به اضافه اون هر نقطه به اضافه یا منفی بیاد عقب یا بره جلو، منفی مثبت، یعنی که به ازای هر xی که با اون تناوب جمع بشه، باز هم عضو دامنه f باشه، ما این رو میتونیم بگیم که f x مثبت منفی t به اضافه اون دوره تناوب دوباره مقدارش برابر همون f x. این بالا ببینید f، این بالا f p برابر f 3π هستش، اون برابر f 5π هستش، این برابر f 7π هستش. پس مقدارهاشون با هم برابره. ما به این میگیم دوره تناوب، و این کوچکترین عدد رو با t نشون خواهیم داد. میبینید که اینجا 3π 3π 5π 7π داریم، یعنی اینا یک ضریب هایی هستن که پشتش قرار میگیرن. خب، اینجا هم نوشته برای ما، ببینید اینجا که ما 2π حرکت کردیم، این کاپی که نوشته 2π، منظورش اینه که مثلا یک بار به کا 1 بدیم، 2 بدیم، که همون 2π و 3π و 4π رو برای ما میسازه، یعنی این دوره تناوب تکرار میشه.
ببین نوشته به عبارتی اگر تکی از نمودار این تابه را در بازه به طول 2π داشته باشیم با تکرار این تکه میتوان نمودار فرم را رسم کرد، یعنی همینی که من اینجا براتون رسمش کردم. اوکی خب. اینجا میگه میدانیم دوره تناوب f x مساوی کوسینوس x تابع f x مساوی سینوس، اینجا نمیدونم چی نوشته این، خب شاید یک وی رو اینجا جا انداخته باشه، حالا برابر 2π و مقدار ماکسیموم و مینیموم این تابع به ترتیب 1 و منفی 1 هستش. خب میدونید که ببینید بیشترین مقدار سینوس 1 هستش، کمترین مقدارش منفی 1 هستش، کوسینوس هم همینطور، بیشترین مقدار اینه، کمترین مقدار اینه. پس اینجا ماکسیموم هستش، اینجا مینیموم هستش، اینجا ماکسیموم هستش، اینجا مینیموم هستش. اینجا اومده دوباره کاملتر براتون بررسی کرده با ضریب هایی مثلا پشتش قرار داده. خب اینجا هم بحث انبساط انقباض رو پیش کشیده که یک ضریب دو بهش داده، دچار چی شده؟ ببینید دچار انبساط افقی شده. اینجا منفی 3 رو قرار داده، دوباره دچار انبساط افقی شده. یک دوم داده، ببینید دچار انقباض افقی شده، اینم دچار انقباض افقی شده. پس در کل میاد به ما اینجوری تعریف میکنه که میگه با توجه به آنچه که در مورد انتقال توابع میدانیم مشخص نمایید دوره تناوب و مقادیر ماکسیموم و مینیموم تابع ایگرگ مساوی آ سینوس ایکس به اضافه سی چگونه است. ببینید تابع ما رو اومده اینجوری در نظر گرفته، مثلا اون آ یک ضریبی است، میگه مثلا این سینوس ما یک ضریبی داشته باشه، پس ایگرگ مساوی آ یک ضریبی است مثل سی سینوس ایکس. خب میگه که آ سینوس ایکس به اضافه سی مثل عدد ثابت سی، مثلا این رو بگیم ایگرگ مساوی سه تا سینوس ایکس به اضافه 5، مثلا این رو بگیم، و گفته که ایگرگ مساوی آ کوسینوس ایکس به اضافه سی رو اگه ما داشته باشیم. میگه مقادیر ماکسیموم و مینیموم اینها رو مشخص کنید. راحت میتونیم ما اینا رو بگیم از کجا. ببینید این بالا میخوام براتون مشخص کنم بیام بنویسیم. اینجا برای ما وقتی که میگه دو تا سینوس ایکس، ببینید ضریب دو رو داره، در این شکل ما بیشترین مقدار رو چی داریم؟ ببینید بیشترین مقدار دو هستش، کمترین مقدار منفی دو هستش. در اینجا میگه منفی سه سینوس ایکس، بیشترین مقدار سه هستش، کمترین مقدار منفی سه هستش. بیشترین مقدار اینجا یک دوم هستش، کمترین منفی یک دوم. بیشترین مقدار اینجا منفی یک سوم هستش و منفی یک سوم. خب پس من نتیجه‌ای که میگیرم ماکسیموم من برابر هستش با قدر مطلق آ و مینیموم من برابر هستش با منفی قدر مطلق آ. یعنی اینجا مثلا منفی 3 داشتیم، قدر مطلق منفی 3 میشه 3 ماکسیموم، و اینجا قدر مطلق منفی 3 میشه 3 با این منفی میشه منفی 3، مثل اون بالایی که دیدیم. در اینجا هم همینطور، در کوسینوس هم به این شکل میتونیم بنویسیم ماکسیموم برابر هستش با آ و مینیموم برابر هستش با منفی آ، قدر مطلق آ. این از این. این ضریب ها هم در دوره تناوب ما تأثیری نخواهند داشت، این رو بدونید. خب حالا اومده یک ضریبی رو به x اینجا داده. خب اینجا هم یک ضریبی داره. ببینید من اینجا که این سی ها رو گفتم، مثلا فرض کنیم اینجا سی ها صفر هستن، اگه این سی ها هم یه عددی باشن ما ماکسیموم و مینیموم رو به این صورت تعریف خواهیم کرد. ببینید ماکسیموم ما، نقطه ماکسیموم ما برابر هستش با قدر مطلق آ به اضافه سی، و نقطه مینیموم ما
هستش منفی قدر مطلق A به اضافه C. پس نقاط ماکسیموم و مینیموم رو ما اینجوری میتونیم محاسبش کنیم. اینجا اینا هیچ کدوم یک جمعی مثل C رو نداشتند. الان فکر کنم پایین تر این وجود داره، بهتون خواهم گفت. اینجا هم که به x ما یک ضریبی داده، ببینید اگه ضریبی 2 رو بده دوچار انقباض افقی میشه. اینجا دوباره انقباض افقی، اینجا 1/2 داده دوچار انبساط افقی میشه. اینجا هم که دوباره انبساط افقی رو داریم. میگه با توجه به نمودارهای صفحه قبل دوره تناوب و ماکسیموم و مینیموم تابع رو مشخص کنید. ببینید مینیموم ما بود چقدر و ماکسیموم ما چقدر بود. مثلا یکیش رو بگیم، فرقی برای ما نداره، این رو بگیم. در ایگرگ مساوی سینوس ایکس 1 و -1 داشتیم، -1 و 1. دوره تناوب رو چی داشتیم؟ یعنی تی رو برابر بگیریم با، ببینید دوره تناوب این دو پی هستش. اینجا ماکسیموم ما چقدر هستش؟ ماکسیموم ما دوباره 1 هستش و -1. دوره تناوب چه تغییری کرده؟ دوره تناوب چه تغییری کرده باش اینجا؟ ببینید این شکل سینوس از اینجا اومده تا اینجا، ببین اینجا پی هستش. پس دوره تناوب ما چی شده؟ اینجا پی هستش، شکل از پی پی انتقال میشه. دوره تناوب ما اینجا چی هست؟ این یه منفی 3 خورده، تابع ما نسبت به محور ایکس قرینه شده، این شکل سینوسش هستش تا اینجا. و دوره تناوب ما چی شده؟ دو پی سوم. نقاطش هم هستش دوباره 1 و -1، ماکسیموم و مینیموم. در اینجا دوره تناوب چی شده؟ 4 پی. دوره تناوب 4 پی شده و -1 و 1. در اینجا دوره تناوب چقدر شده؟ 6 پی. 6 پی، -1 و 1. خب یعنی چی؟ یعنی چه تغییری کرده؟ نسبت به این ضریب هایی که ایکس گرفته، ببینید اینجا ضریب 2 رو گرفته، تناوب ما نصف شده. این تناوب ما ضرب در 1/2 شده. اینجا ضرب در 3 شده، اینجا ضرب در 3 شده. تناوب ما چی شده؟ ببینید تناوب ما ضرب در 1/3 شده. اینجا ضریب 1/2 گرفته، تناوب ما 2 پی ضرب در 2 شده. یعنی همونی که در فصل اول بهتون گفتم، کار با ایکس مخالف، کار با ایگرگ موافق. پس ایکس ها مخالف، ایگرگ ها موافق. پس در کل من میتونم اینجا بگم که این تی من، یکم خوبتر بنویسمش، بگم که این تی من، دوره تناوب من برابر هستش با 2 پی به چقدر؟ ببینید من میام تابع خودم رو به این صورت می‌نویسم، آ سینوس بی ایکس به اضافه دی به اضافه سی. یعنی چی؟ یعنی ببینید ایکس ها یک ضریبی گرفته و به اضافه یه چیزی شده، این هم که ضریب برای ایگرگ هستش و اینا برای ایگرگ. مثلا یه مثال بزنیم، ایگرگ مساوی هستش با 3 تا سینوس 2x به اضافه 3 به اضافه 7. این یه مثالی هستش، تابمون رو یکم پیچیده تر کردیم. پس این b اینجا ضریب هستش. پس در کل ما میتونیم برای سینوس و کوسینوس بگیم که دوره تناوبشون برابر هستش با 2π تقسیم بر قدر مطلق b. b هم که ضریب x هستش. پس دوره تناوب رو ما کلن میتونیم اینجوری تعریف کنیم. حالا بیایم پایین صفحه، ببینید اینجا نوشته، میگه توابع آ سینوس بی ایکس به اضافه سی و آ کوسینوس بی ایکس به اضافه سی دارای مقادیر ماکسیموم قدر مطلق آ به اضافه سی و مقادیر مینیموم منفی قدر مطلق آ به اضافه سی و دوره تناوب 2π
به قدر مطلق b هستند. اینجا هم که من مقدار ماکسیموم و مینیموم رو بهتون گفتم. برای ماکسیموم و مینیموم میخوام یه فرمولی رو اینجا براتون اثبات کنم و به دستش بیارم. ببینید این بغل مینویسم. ایگرگ ماکسیموم رو داشتیم، یعنی بیشتر مقدار ایگرگ رو داشتیم، قدر مطلق آ به اضافه سی. کمترین مقدار شو هم داشتیم، منفی قدر مطلق آ به اضافه سی. حالا بین این دوتا من یه جمع میزنم و میگم که ایگرگ ماکسیموم به اضافه ایگرگ مینیموم برابر هستش. ببین اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، قدر مطلق آ منهای قدر مطلق آ میشه صفر، اینجا میشه دو سی. پس من میتونم سی رو به دست بیارم، ایگرگ ماکسیموم به اضافه ایگرگ مینیموم تقسیم بر دو. پس من سی رو میتونم اینجوری به دست بیارم. بعد یه تفریق بین اینا بزنیم، ایگرگ ماکسیموم منهای ایگرگ مینیموم برابر هستش با، خب این بار وقتی تفریق کردیم این برابر میشه با دو تا قدر مطلق آ. در کل من میگم که پس آ برابر هستش با قدر مطلق، این قدر مطلق رو میدم به اینها تا اینا مثبت بیاد بیرون، دو هم که حتما مثبته و از خروجی آ هم مثبت میشه. برای همین قدر مطلق آ رو برمیدارم به این قدر مطلق میگم، میدم که ایگرگ ماکسیموم منهای ایگرگ مینیموم تقسیم بر دو برابر آ هستش. پس من سی و آ رو اینجوری میتونم به دستشون بیارم. اینجا هم که مثال هایی رو برای ما آورده میگه دوره تناوب اینها رو مشخص کنیم. من یکیش رو مشخص کنم، بقیه به عهده خودتون. ببینید اینجا ایگرگ ماکسیموم رو اگه بخوایم محاسبش کنیم، من میخوام ایگرگ ماکسیموم رو برای این مشخص کنم. گرم خودم انتخاب میکنم، ایگرگ ماکسیموم قدر مطلق آ به اضافه سی. اون وقت ببینید آ که 3 هستش، پس 3 سی هم منفی 2 منهای 2 مساوی هستش با 1، پس ماکسیموم ما 1 هستش. ایگرگ مینیموم رو میخوام محاسبش کنم، منفی قدر مطلق آ به اضافه سی هستش که برای ما میشه منفی 3 منهای 2 مساوی هستش با منفی 5. این از این دوره تناوبش هم که برابر هستش با 2π تقسیم بر قدر مطلق b که مساوی میشه با 2π تقسیم بر 2 مساوی میشه با π. این هم از دوره تناوبش. پس با اون فرمول هایی که گفتم شما میتونید راحت اینا رو محاسبه کنید. حالا من میخوام این فرمولی که گفتم مثلا آ رو میتونم گیر بیارم و بنویسم، که گفتم مینویسیم اینجا اثبات کردم آ رو میخوام به دست بیارم، ایگرگ ماکس منهای ایگرگ مین، ماکس برای ما هستش چقدر؟ 1 منهای منفی 5 که میشه مثبت 5 قدر مطلق تقسیم بر 2 که این میشه 6 تقسیم بر 2 مساوی 3. ببینید همین 3 اینجا دوباره تولید شد. پس این رو هم براتون اثبات کردم و میتونید از اینها استفاده بکنید. اینا هم که مثال هاش هستن، خودتون میتونید دیگه به راحتی محاسبه کنید. اینا رو درس دادم همشونو. و اینجا همون میاد خودش میگه که همواره مقدار سی میانگین مقادیر ماکسیموم و مینیموم است. گفتم که سی برابر هستش با میانگینشون. ببینید ایگرگ ماکس به اضافه ایگرگ مینیموم تقسیم بر دو. این رو میخواد بهتون بگه که دیگه من براتون اثباتش کردم بالا. خب اینا رو همشون رو خودتون دیگه با این تعاریف به طور کامل میتونید حلشون بکنید. این هم از بخش اول فصل یکمون. در جلسه بعدی میریم سراغ تانجانت و نمودار تانجانت و تغییرات تانجانت و دوره تناوب تانجانت و رسم تابع تانجانت. امیدوارم که لذت برده باشید و خوب یاد گرفته باشید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. پیشنهاد میکنم که در کانال من سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. به محض اینکه ویدیوهای بعدی منتشر شد شما از اون مطلع بشید. لینک شبکات اجتماعی و به خصوص پیج اینستاگرام خودم رو هم در پایین براتون میذارم که دو تا پیج اینستاگرام دارم، میتونید اونجا منو فالو کنید. تا جلسات بعدی بدرود.